بسم الله الرحمن الرحیم. جانت به کویر تفته دریا بخشید. جانت به کویر تفته دریا بخشید. 72 گل به متن صحرا بخشید. با جلوه کربلای عاشورایی خونی تو به رنگ سرخ معنا بخشید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و سلام بر شما خوبان و عزیزان عاشقان حضرت امام حسین علیه السلام و عزاداران آن حضرت. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید جور و صحتمن بود از زندگی سرشار از صفا و صمیمیت و معنویت داشته باشید. ایام به کامتان باشه و طاعات عبادات و بندگی هایتان قبول و مقبول درگاه احدیت. عرض تسلیت دارم فرا رسیدن تاسعا و عاشورای حسینی را خدمت همه شما خوبان و عزیزان و پیشگاه مقدس حضرت حجت ابن الحسن المهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف آجرک الله فی مصیبت جدک الحسین علیه السلام. خیلی خوشحالیم و خداوند را سپاسگزار که توفیق داریم در شب شام غریبان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام روبروی شما خوبان و عزیزان هستیم و در خدمت استاد بزرگوارم جناب استاد مختاری با موضوع نهضت و اهداف قیام امام حسین علیه السلام. حضرت استاد سلام خدمت شما و عرض تسلیت دارم. علیکم السلام. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما و همینطور بینندگان عزیز برنامه خوبیتان عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن شهادت سالار شهیدان و شهدای کربلا علیهم آلاف و تحیت و ثنا و در خدمت شما هستم. سلامت باشین حضرت استاد. خیلی ممنون از حضورتان. خوشحالم که در این شب افتخار تلمذ در محضرتان را داریم. حضرت استاد همطوری که عرض کردم موضوع نهضت عاشورا و اهداف قیام امام حسین علیه السلام هست. نه. چون زمان ما کوتاه مقدمات میگذارم کنار مستقیم میریم سر سوال ای که هدف امام حسین علیه السلام از حرکت از مدینه چی بود؟ آیا میخواست جان خود و خانواده خود حفظ بکنه و یا میخواست به دعوت اهل کوفه لبیک بگه و یا امر بزرگتر و خطرتر را خلاصه میخواست ماموریتش اجرا بکنه؟ اجازه بدید ما این مطلب را با شعر مرحوم شهید علامه بلخی آغاز بکنیم که فرمود تأسیس کربلا نه فقط بحر ماتم است، بله، دانش سرای مکتب اولاد آدم است. از خیمگاه سخته تا ساحل فرات تعلیمگاه رهبر خلق دو عالم است. بله. با سوز عشق نسبت بدعت دهند رقیب، اسرارها نهفته به شور محرم است. اصغر به صحن معرکه رفتن به دوش باب، درس پی حصول حقوق مسلم است. هر قطره خون هنجری آن طفل شیرخوار، بر زخمهای پیکر اسلام مرهم است. خب به نکته بسیار مهمی شما اشاره فرمودین و سوالتون رو مطرح کردید و این یکی از سوالهای هم تاریخی هست و هم در شرایط کنونی بسیاری از نسل جوان علی خصوص و نسل تحصیل کرده این سوال در ذهنشان خطور میکنه. اونهایی که اهل مطالعه هستن، اهل تحقیق هستن، مطالبی رو بالاخره در لابلای تاریخ خواندن و در گذر زمان هم یک سلسله شبهات هم مطرح شد و نویسندگانی مطالبی را مطرح کردند، از جمله همین پرسش که اساساً حرکت امام حسین را اونگونه که بزرگ جلوه داده میشه از او به عنوان یک هدف مقدس مکتبی و ایجاد یک مکتب و یک منش و یک ساختار
خاصی فرهنگی یاد میشه این گونه نبوده، بلکه به صورت طبیعی و شاید هر کسی هم اگر جای آقا ابوعبدالله الحسین می بود همین مسیر را ادامه میداد و او حفظ جان بود. خداوند هم فرموده در قرآنش ولا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه، خودتون رو به دست خود به هلاکت نندازید. حالا ممکنه مضمون این آیه یا شأن نزول آیه چیز دیگه ای باشه، ولی از این ظاهر آیه اینطور استفاده میشه. نباید آدم بی جهت خودش در معرض هلاکت بندازه، باید حفظ جان واجبه. بنابراین امام حسین علیه السلام روند تاریخ همین گونه بوده دیگه، نشسته بود در مدینه، زندگی عادی خودش را داشت تا اینکه والی مدینه از اونها تقاضای بیعت کرد و بالاخره بیعت، تقاضای بیعت همراه با تهدید بود، چنانچه بیعت نمیکرد کشته میشد. خب طبیعی بود باید اینجا یا باید امام حسین بیعت میکرد یا بالاخره باید برای حفظ جان خودش منطقه را ترک میکرد. لذا امام راه دوم را انتخاب کرد و لذا رفت رهسپار مکه معظمه شد. خب مکه چون شهر امن بود، بلد الامین هست و شهر امن از لحاظ اسلامی و دینی و اعتقاداتی امت اسلامی، شهر مکه شهری است که اگر حتی کسی جنایتی هم کرده باشه، مخصوصا کعبه، اگر به کعبه پناهنده بشه کسی حق تعرض او را نداره. خب شرایطی داره در فقه بیان شده. خالصا خیلی از کسان دیگه هم که به نحوی با حکومت زمان زاویه داشتن، اینا به نحوی به مکه معظمه مستقر شده بودن. لذا ابو عبدالله الحسین علیه السلام هم اونجا رفت و سرانجام خب بالاخره مردم کوفه دعوت نامه فرستادن و خب طبیعی بود که باید میرفت به سمت اونها. این یک جریانی کاملا طبیعی و بالاخره کدام هدف خاص و غیر ما نمیتوانیم در لابلای این حرکت ما پیدا بکنیم تا از اون تعبیر به یک نهضت بکنیم، یعنی یک حرکت انقلابی بود. همین، یعنی میگم این یک سوال و یک شبهه است که مطرح شده، اما واقعیت تاریخی این نیست. حقیقت امر غیر از این هست که امام حسین علیه السلام یک نهضتی را آغاز کرد، یعنی یک انقلاب را پایه‌گذاری کرد و هدف مقدسی داشت و کاملا مشخص است. چون اگر اولا اگر بحثی ترس جان باشه، خب طبعا این اولا این خانواده خانواده ای نیستن که از جانشان بترسن. تاریخ نشان داده گذشتگان این خانواده یعنی بنی هاشم در طول تاریخ در شجاعت، در تحور، در مردانگی، بالاخره در عرصه‌های مختلف سلامت بودن. خب حضرت علی علیه السلام در جنگ هایی که در عصر پیامبر عزیز اسلام و بعد از او همه اینها شاهد هست و خود آقا ابوعبدالله الحسین در جنگ هایی که بعد اتفاق افتاد، قبلا در زمان پدرشان اتفاق افتاد. خب طبعا پس نمیشه ما بگیم که امام حسین برای حفظ جان خودش و برای ترس از مرگ دست به یک چنین اقدامی زده باشه. خب اگر پای ترس به میان می بود، پای بالاخره حفظ جان در میان می بود، خب نیازی نبود که همه خود به درد سر بندازه. خب بیعت میکرد تمام بود دیگه، نشسته بود، کسی مزاحمتی برای ایشان ایجاد نمیکرد. پس در همون مجلس اولی که به کاخ، یا اگر کاخ نگیم، دارالاماره والی مدینه تشریف بردن، با آمادگی رفت. این خودش معنی داره. میتونست، چون مأمور والی دنبال امام فرستادن که شما رو والی کار داره. خب والی طلب کرده به تعبیر ما به دفتر خودشان. خب اینجا میتونست امام علیه السلام به تنهایی برود و اونجا بالاخره مطلب را بشنوه، اما امام قبلا آمادگی میگیره، امام هدف داره، امام برنامه داره. رضا حدود 40 نفر به روایت مقاتل از جوانان بنی هاشم را همراه با خودش میبره. خب چی مسئله اینجا وجود داره؟ یعنی پس امام حسین علیه السلام یک هدف مقدسی رو داره برنامه ریزی میکنه و تمهیداتش رو داره فراهم میکنه و وقتی هم به در دارالاماره میرسه، جوانها رو میگه شما بیرون بمانید، اگر احساس خطر کردید وارد بشید، در غیر این صورت من خودم از عهده کار برمیام. یعنی توانش دارم که بالاخره با اونا استدلالی داشته. خب به هر حال اونجا میره، والی تقاضای بیعت میکنه و حضرت بیعت نمیکنه و مطالب مهم میره اونجا بیان میکنه. از همونجا فهمیده میشه که امام علیه السلام یک هدف خیلی برجسته ای را در نظر داره. خب در اینجا چند نکته را بیان کرده. یکی این که اساسا امام علیه السلام وضعیتی کنونی جامعه را بیان میکنه،
که جامعه اسلامی، حاکمیت اسلامی در چه شرایطیه؟ آیا این شرایط قابل برتافتن هست؟ امت اسلامی باید سکوت کنه، این وضعیت را بپذیره، یا باید اقدامات را انجام بده؟ خب لذا حاکمیت را معرفی میکنه، خود را معرفی میکنه، جامعه را معرفی میکنه. خب اول از خود شروع میکنه که خب جناب والی، شما که ما را میشناسیم، ما از چه خانواده ای هستیم؟ ما خانواده ای هستیم که آیه تطهیر در شأن ما نازل شده. خب انا اهل بیت نبوه، نحنو یا انا اهل بیت، یا ایها الامیر، انا اهل بیت نبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه، ما کسانی هستیم که از خاندان نبوت هستیم، از خاندان پیامبری هستیم که این دین رو برای بشر عرضه کرده، ما از این خانواده هستیم و رسالت در خانواده ما شکل گرفته، ما فرزندان رسول هستیم و مختلف الملائکه، ما کسانی هستیم که در خانواده ما، در خانه ما، در بیت ما ملائکه ها رفت و آمد کرده. لذا ما یک چنین جایگاهی داریم، لذا ما را با آدم های عادی شما نباید مقایسه بکنین. خب نحن اهل بیت نبوه، اهل بیت اینجا منظور و هدف داره از بیان اهل بیت، یه همون اهل بیتیه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یعنی این اهل بیت، ما این خانواده هستیم. اما طرف مقابل چیه؟ حکومت وضعیتش چطور هست؟ و اما یزید انه رجل فاسق، و تعبیرش اینه رجل فاسق معلن بالفسق، یا قاتل نفس محرمه یا محترمه، کسی هست که اولا یک مرد فاسق هست و فسق علنی انجام میده، قاتل نفس محترم، یعنی قاتل خون انسان ها رو محترم نمیشماره و فسق علنی انجام میده. بسیار عالی استاد، اگر اجازه بدین یک میان برنامه ببینیم بعد در خدمت شما باشیم. بیننده های عزیز گرامی، سپاس از همراهیتان، پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم. ادوارد براون، مستشرق معروف انگلیسی: آیا قلبی پیدا می شود که وقتی درباره کربلا سخنی به گوش می رسد مالا مال حزن و اندوه نگردد؟ حتی غیر مسلمانان هم نمی توانند پاکی روح موجود در این جنگ را انکار کنند. آزاده باش گرچه نباشی ز اهل دین، بر خون تپیده گفت به عالم چنین حسین. بیننده های عزیز گرامی دوباره خوش آمدید. مثبت 964 780 255 40 13 پل ارتباطی میان شما و برنامه به وقت بیداری هست. میتونید نظریات ارزنده و یا هر گونه سوال و پرسش پاسخ را دارین از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساب ما با ما در میان بگذارید. ادامه برنامه به وقت بیداری را در شب شام غریبان بیننده هستید، در خدمت جناب استاد مختاری هستیم. استاد سلام مجدد خدمت شما. بیان نکاتی بود که حضرت امام علیه السلام در دارالحکومه یا دارالاماره در اونجا اشاره داشت. عرض کردیم که ابتدا خود رو معرفی میکنه، آدرس و جایگاه خود رو معرفی میکنه که طرف باید متوجه باشه، و بعد وضعیت موجود رو با حاکمیت رو بررسی میکنه، مطرح میکنه که خب یزید رجل شارب الخمر، کسی که شرب خمر میکنه، شراب علنی می نوشه و قاتل، به انسان قاتل هست، به خون انسان ها احترام قائل نیست و فسق علنی انجام بده، یعنی یک کسی در رأس این حاکمیت هست که خودش علنی گناه میکنه، فسق و فجور انجام بده و بالاخره در حقیقت مفسد فی الارض هست. و طبیعی است حاکمیت اسلامی رهبری چنین بر نمیتابه و باید بالاخره کار به اهلش سپرده بشه. خب طبیعی است همونطوری که قرآن هم میگه در آیه شریفه خداوند با صراحت میفرماید که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، امانت حکومت، امانت رهبری، امانت خلافت، این باید به اهلش سپرده بشه. ولی لذا یزید اهلیت نداره، لذا اینجا با صراحت به والی میگه مثلی لا یبایع مثله، پس از من توقعی بیعت نداشته باشی. از همینجا نهضت خودش رو در واقع آغاز میکنه. پس اینجا بحثی ترس کسی ترس داشته باشه که حرفا رو نمیزنه پیش نماینده حکومت. خب فردای اون، خب از اونجا مرخص میشه، البته خب اتفاقاتی میفته، حالا کار با او اتفاقات نداریم، در او دفتر و دیوان خب با همراه جوانان بنی هاشم برمیگرده. فردای اون روز مروان حکم میبینه،
مروان در اون جلسه حضور داشت، از سر نصیحت میاد امام رو نصیحت میکنه که خب اگر بیعت کنی این به خیر شماست، هم به خیر دنیای شماست هم به خیر آخرت شماست. حالا شما تصور بکنید مروان حکم با اون سابقه و با اون بالاخره خوی و اخلاقی که داره امام حسین داره که سید جوانهای اهل بهشت، آیه تطهیر در شأن اون حاضر شده، اون را نصیحت میکنه میگه اگر با یزید بیعت کنید این به خیر دنیا و آخرت شماست. این جمله را که میگه امام باز جواب دندان شکنتر به ایشان میده، لذا میفرماید که خب انا لله و انا الیه راجعون اذ قد بلیت الاسلام براء مثل یزید. اگر این گونه است که ما بیاییم یزید و به عنوان خلیفه قبول بکنیم، پس فاتحه اسلام را باید بخوانیم. یعنی اساساً امام حسین اینجا مشکل جان نداره، مشکل امنیت نداره، مشکل دین داره. بس اینه که با این حکومت، با این نظام و با این رهبری، با این خلیفه نمیشه، باید فاتحه دین را خواند و بالاخره باید از حوزه دین دفاع کرد. لذا بنابراین پس کسانی که ادعا میکنن امام حسین یک روندی طبیعی را طی کرده و بالاخره برای حفظ جان خودش این حرکات را انجام داده، کاملا در اشتباه هستند، بلکه امام از همون ابتدا اهداف خود را بیان میکنه. خب بعد تصمیم میگیره که از مدینه حرکت کنه. اینجا وصیت نامه امام سند افتخار دیگه ای هست که اهداف امام را بیان میکنه. در اونجا هم کاملا مشخص میکنه که اولا من برای ایجاد بلوا و شورش و اغتشاش حرکت نکردم، یعنی حرکت من یک حرکت اصلاحیه. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی. خب طلب الاصلاح فی امتی جدی، اینجا بحث سیاسی، بحث حاکمیته، بحث نظامه. چون امت جدم در یک چالش غیر اصلاحی قرار گرفته، در یک منجلاب فسق و فجور فرو رفته. چون ضرب المثل معروفه، این جمله معروفه، بعضی گفتن روایت هم هست، الناس علی دین ملوکهم، بعضی ها میگن روایته، بعضی ها گفتن نه، یک جمله معروفی از حکما هست. حالا به هر حال هر جمله حکیمانه است. میگه انسان ها بر اساس دین ملوک و پادشاهانشون، ببینه پادشاهشان چگونه است. وقتی پادشاه شرابخور باشه، سگباز باشه، میمون باز باشه، فسق علنی انجام بده، بالاخره بی جهت قتل هایی را انجام بده، خب مردم به اون نگاه میکنه، از همون تبعیت میکنه. وقتی رهبر و پیشوای یک جامعه شرابخور باشه، جامعه را نمیتونه از خوردن شراب منع کنه. شرابی که در اسلام منع شده، ان الخمر والمیسر والازلام والاجسام رجس من عمل شیطان، جزئی از احکام صریح اسلامی است و حرمتش جزء مسلمات فقه اسلامی هست. اما یزید که ادعای خلافت میکنه علنی شراب میخوره، خب طبعا وقتی یک چنین شخصی که رهبری جامعه اون وقت هست، از جامعه و چی توقع داره، مردم این جامعه باید چه حالتی داشته باشه؟ وقتی رهبر میمون باز و سگ باز هست، این مردم این جامعه تحت قیادت و رهبری او چی گونه حالتی داشته باشه؟ لذا میفرماید این نما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی. نکته دوم، یکی از دستورات دینی که حتی در بین فقهای مختلف اسلامی که ما نگاه میکنه، بعضی از مذاهب فقهی معتقد هستند که امر به معروف و نهی از منکر جزء اصول دین هست، یعنی نباید تعطیل بشه، جزء مواردی تعطیل بردار نیست. خب از سخنان امام حسین علیه الصلاه و السلام فهمیده میشه که در این جامعه دیگه امر به معروف و نهی از منکر معنی نداره، وجود نداشته دیگه. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، خب امر به معروف بکنه، این مردم کلا از معروف جدا شدن، فاصله گرفتن، نهی از منکر کنم، در منکرات اینها غرق شدن از همون صدر تا ذیل، چون پیشوایشان بالاخره در منکرات غرق شده، در میان منجلاب منکرات غرق شده. از این جهت و نکته سومی را که مطرح میکنه اینجا، بحث سنت پیامبره، سنت های کریمانه و سنت های حسنه پیامبر عزیز اسلام تعطیل شده، همون گونه که در زمان امیر بیان علی علیه السلام هم فرمود الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئت حال یوم بعث الله نبیکم. به مسلمان ها میگه، به اون زمان که به عنوان خلیفه مسلمان ها مردم بیعت کردن و سخنرانی کردن، اونجا فرمودن که مردم مسلمان اصلا خبر داره چه اتفاق افتاده؟ همون بلاهای دوران جاهلیت بین شما برگشته. یعنی همون تبعیض، همون فخرفروشی های عرب و عجم، همون فخرفروشی های سیاه و سفید، غنی و فقیر، طبقاتی در جامعه ایجاد شده، اختلافات طبقاتی و خیلی مسائل دیگر که در دوران جاهلیت بود و اسلام اینها را محو کرد و از بین برد و همه امت اسلامی برادر خطاب شد، اینا باز دوباره در بین شما برگشته. حالا اون سنتی که
پیامبر عزیز اسلام در زمان حضرت علی تا اون اندازه انحراف و اعوجاج پیدا کرده، شما تصور بکن تا زمان امام حسین علیه السلام به چی وضعی رسیده که وقت خودی خلیفه علنی شراب می نوشه و علنی فسق علنی انجام میده، معلنون بالفسق یعنی فسق علنی انجام میده، وضعیت جامعه هم معلومه. اینجا من امر به معروف و نهی از منکر و سنت جدم رو میخوام زنده بگم و اسیر رو و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، با این هدف حرکت میکنه به سمت مکه معظمه. چرا مکه رو انتخاب میکنه؟ خب درسته مکه شهر امنه، ولی مکه یک ویژگی خاصی داره. مکه محور اتحاد امت اسلامی بوده و تا هنوز هم همین گونه هست، چون مکه یک نقطه مرکزی و محوری برای امت اسلامی. مسلمان ها از سراسر عالم اسلام می آمدن اونجا برای زیارت و برای عبادت می آمدن و امام میخواست از این فرصت استفاده کنه، مردم دنیا رو باخبر بکنه، امت اسلامی رو بیدار بکنه، امر به معروف و نهی از منکر رو اونجا انجام بده، سنت پیامبر رو اونجا بالاخره بیان بکنه که بالاخره وضعیت امت اسلامی از این حیث در چه شرایطی قرار گرفته. لذا اون نقطه رو به عنوان نقطه مرکزی به حساب میاره. نقطه ای که در سوال شما مطرح بود بحث نامه‌هایی که از طرف مردم کوفه، این هم یکی از نکات مهمه. بعضی از چند هزار نامه حدود 12 هزار نامه میگه برای امام حسین علیه السلام رسید. خب درست نامه، اما شما اگر تاریخ دقیق مطالعه بکنید امام به خاطر نامه‌های مردم کوفه نرفت. 12 هزار نامه آمد ولی امام قدم از قدم بر نداشت به طرف کوفه، بلکه نماینده خود را فرستاد برای اتمام حجت، چون مردم کوفه را میشناخت، میدید این مردم کوفه، مردم پراکنده سوس عنصر، مردمی که مثل خاک خشک میمونه، مثل مردم افغانستان ما متاسفانه که اینا در اثر همه اختلاف میبینیم این جامعه را به عقب نگه داشتن، این همه جنگ و برادرکشی در طول تاریخ اتفاق افتاد، یک نقطه مرکزی آب مانندی که این خاک های پراکنده را تبدیل به یک گل کنه و از این گل یک ساختمانی ساخته بشه وجود نداره، متاسفانه در طول تاریخ نداشته، برای همین جنگ در کشور ما ادامه داره. کوفه دقیقا این طوری بود، مردم پراکنده در اونجا زندگی میکردن، مثل خاک خشک میماند و امام اینها رو میشناختن که با پدرشان چی کار کرد، با برادرشان چی کار کرد، اینها رو کاملا شناخت داشت. رضا امین خود را فرستاد، مسلم ابن عقیل را فرستاد که هرگاه شما نامه نوشته کردید من حرکت میکنم. و رضا وقت نامه مسلم به امام رسید، امام حرکت کرد، نه به خاطر نامه های مردم کوفه، میدونست اونجا چه خبره. خب طبیعی بود که اگر به او سمت هم حرکت نمیکرد، فردا بازم تاریخ ملامت میکرد، چهار تا بالاخره کسان دیگه هم پیدا میشدن که امام، خب با توجه به اینکه 12 هزار نامه آمده، هزاران نفر اونجا، 18 هزار نفر بیعت کرده با مسلم، خب طبیعی بود که باید به او سمت میرفت، با اینکه میدونست که بالاخره این سفر چیز عواقب این سفر چیه و بالاخره اونها چگونه انسان ها و عناصری هستند که نه تنها در گذشته که در آینده ما دیدیم مردم کوفه با هیچ حکومتی اینها برای همیشه باقی نماندن. با حضرت علی علیه السلام قلب علی را اینها خون کردن که این جمله امیرالمؤمنین معروفه که در جمع اینها فریاد زد والله یمیت القلب و یجلب الهم اجتماع ها الی القوم الا باطلهم و تفرقكم عن حقكم. شما با اینکه میدانید بر حق رهبر شما، بر حق امام شما، بر حق، ولی باز هم پراکنده هستید. فقبحا لكم و ترحا حين سرتم غرزي يرما، یعنی زشت با چهره های شما، بالاخره شما بدتر از بدترین ها بر شما حکومت خواهند کرد، که خب به هر حال همونطور هم شد و بالاخره نفرین علی علیه السلام اون مردم رو گرفت. بهانه های مختلفی می آوردن در ایام مثلا هوا گرم که بود، میگه خب صبر کن هوا سرد بشه بعد حاضریم در رکاب شما برویم به جبه. در هوای سرد برعکس میگفتن بذار کم هوا گرم بشه. مردم بهانه گیر، مردم بدعنق. رضا ما دیدیم اینا درسته 18 هزار نفر بیعت کردن، اما کجا شدن 18 هزار نفر؟ اینا بالاخره همون هایی که نامه نوشته کرده بودن بعد گم شدن، همون ها پراکنده شدن رفتن و بالاخره تا شنیدن که عبیدالله زیاد آمده، خیلی هاشان مخفی شدن در خانه هاشان، خیلی هاشان شهر کوفه را ترک کردن، خیلی هاشان آمدن کربلا به جنگ امام حسین علیه السلام. یکی دشان آمدن مانند شبس ابن ربیعی، خب در رأس چند هزار نیرو و در روز عاشورا فرماندهی نیروهای پیاده عمر سعد بود، همین شبس ابن ربیعی که خودش نامه نوشته برای امام حسین علیه السلام.
و از اصحاب حضرت امیر علیه السلام بوده در یک دوره، گرچه یک آدم متلون بوده، یک آدم رنگ برنگ میمون صفتی بود که بالاخره تاریخ عجیبی داره یادم. یک نمونه عرض میکنم که بنابراین این افراد بعضیا به کربلا رسیدن آمدن، ولی خود رو در روی خود امام حسین علیه السلام قرار گرفتن. بسیار. خب یک این تعبیر عرض بکنم که فرزدن وقتی امام علیه السلام با ایشان برخورد کرد، از سوال کردن که مردم کفر چگونه یافتین، چطور بودن در بین را در مسیر را. ایشان یک جمله جالبی داشت، مردم این گونه معرفی کردن که قلوبهم معک و سیوفهم علیک، مردمی هست که دلهاشان همه عاشق شما هست، اما شمشیرهاشان علیه شما آماده است. این جور مردم، این رقم مردم بودن اینا، متاسفانه که خب به هر حال سرانجام دیدیم که اتفاقات ناگواری افتاد. شکر استاد یک میان برنامه. بیننده های عزیز گرامی، سپاس ازیم که نگاه های ناوگرمتان را در این بخش از برنامه هدیه کردید. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره ما را همراهی کنید. آشورا یعنی قطرات اشکی که حسین برای فردای اهل بیت خیش ریخت. آشورا یعنی جمع کردن خارهای بیابان در شب تاریک، یعنی سیراب کردن کودک شیر خاره با سرانگشتان پیکانی تیز. آشورا یعنی زجه های کودکانی غریب در صحرای سوزان، یعنی فرو رفتن خارهای بیابان در پاهای کودکانی که به دنبال عشق ندای لبیک سر داده بودند، یعنی اوج مردانگی و ایستادگی، یعنی تجسم تمام غیرت هایی که در چشم های نجیب عباس سوسو می زد. آشورا یعنی دلدادگی به سرچشمه پاکی ها. آشورا یعنی صدای گریه هایی که از سر تشنگی در گلو خفه می شد، یعنی پر کردن مشک آب در عین آتش، یعنی پرپر شدن و دم بر نیاوردن، یعنی به آسمان پرتاب کردن خون گلوی شش ماهی که از تشنگی به چشمان پدر خیره شده بود، یعنی دفن کردن تمام احساس خیش در پشت خیمه ها، یعنی عین صداقتی که در آسمان ها نظیر نداشت. آب می خواهد چه کار؟ آب آورش را پس دهید. آب می خواهد چه کار؟ آب آورش را پس دهید. آی مردم زود عموی دخترش را پس دهید. دستهایش را چرا در زیر پا انداختید؟ زودتر آن سایبان خواهرش را پس دهید. لشکر بی آبرو، این آبرو ریزی بس است. مشک یعنی آبروی مادرش را پس دهید. بیننده های عزیز گرامی دوباره خوش آمدید. سپاس از این که در کنار کانون گرم خانواده هادی تیوی را برای دیدن انتخاب کردید. همچنان در خدمت شما هستیم با موضوع نهضت عاشورا و اهداف قیام امام حسین علیه السلام. استاد دوباره خوش آمدید. بفرمایید. ادامه بحث. یک نکته خیلی مهم دیگه ای که هست، اساساً اگر بخوام یک جنبندی هم داشته باشیم از دو مطلب گذشته، که پس نمیشه گفت که برای تنها امام حسین برای حفظ جان خودش این حرکت رو انجام داد، قدم به قدم جلو رفت تا بالاخره به اون جایی که بالاخره رسید و تاریخ اتفاق افتاد. یا برای معذرت میخوام، برای تطبیقی هدف هایی را که گفتیم تا کجا امام میخواست بهش بره؟
آیا حاضر با مبارزه تن به تن از قبل ایران پیش بینی میکرد یا خیر؟ اگر پیش بینی میکرد خب چرا اهل بیت و مثلا کودکان اطفال اینا رو با خودش آورد؟ یکی از نکته های خیلی مهم و راز آلود هم همینه که امام هدف بسیار بلندی داره، نهضتی را آغاز کرده، قیامی را شکل داده و این قیام نیرو لازم داره، ارتش لازم داره، شمشیر لازم داره، قدرت لازم داره، قدرت نرم و قدرت سخت هر دو با هم لازم هست کرده. طبعا همه اینها فکر شده. امام حسین علیه السلام بی فکر حرکت نکردن. خب در مسیری که بالاخره حرکت کردن رفتن و به سمت کوفه، خب قدم به قدم برنامه ها را به گونه طبیعی پیش می برد. این طور نبوده که همه چیز آسمانی پیش برده بشه. ضمن این که از برخی روایات و تاریخ‌های دقیق‌تر اینطور استفاده میشه که امام علیه السلام یک مأموریت الهی داشت و سخنی از ایشان نقل شده که در کنار وقتی رفت برای وداع به حرم مطهر جد اطهرشان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و در اونجا بالاخره بهشان الهام شد یا به روایت خواب دید ایشان جد بزرگوارشان که تو باید حرکت بکنی، ان الله شاء ایراک قتیلا، خداوند خواسته که تو کشته بشی، و ایراهن سبایا، و اراده کرده است که اهل بیت تو به اسارت برن. ببینید انقلاب ها فرق میکنه. خب یک سری انقلاب ها شب انقلاب های کودتا مانند هست. ما نمیتوانیم حرکت امام حسین رو کودتا به حساب بیاریم که علیه یزید کودتا کرده باشه، مثل کاری که مثلا عبدالله ابن زبیر انجام داد، مثل کاری که مختار انجام داد، یا کاری که بعدها باز جنگ های مختلف صورت گرفت مانند حسن عبدالله ابن الحسن مسنا از نوادگان امام حسن مجتبی انجام داد، یا کاری که زید انجام داد، زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام، یا کاری که شهدای فخ انجام دادن. اینها حرکاتی کودتاگونه بود، یعنی یک جمع نیروهای نظامی جمع می شدن، یک خیزش و حرکتی را انجام می دادن، یک جایی را به زور شمشیر می گرفتن، مثلا کوفه را فتح می کردن. ولی خب اون حرکات مقطعی بود و دیدیم که دوام نیاورد. شاید کشتاری که در فخ انجام گرفت بین مکه و بین مدینه، شهدای فخ قتل عامی که اونجا صورت گرفت، یا بالاخره در خود همین کوفه به سال عبدالله محض یا حسن مسنا، اینها هم خیلی فاجعه آمیز بود، یا زید شهید. اما اونها نماندن، ماندگار نشد. حرکت امام حسین علیه السلام از این جهت یک حرکت الهی بود. بنا هست که این حرکت تا قاف قیامت ادامه داشته باشه و این انقلاب همیشه تازه و جدید و در هر سال زنده باشه، یک چیز همیشه زنده و به اصطلاح تر و تازه بوده باشه. یه ابزار خاص لازم داره این نوع قیام، یه سرباز خاص خودش لازم داره، این برنامه به اصطلاح مبارزاتی و جهادی خاص خودش را لازم داره. لذا میبینیم امام حسین علیه السلام از سرباز 70 ساله داره، مثل حبیب بن مظاهر یا مثل مسلم بن اوسجه، و همین تا سرباز 6 ماهه داره. همه اینها را همراه خودش داره و همینطور اهل بیت خودش رو. اگر ما قیام کربلا رو یا نهضت عاشورا رو اگر بخوایم دو تقسیم بکنیم، یعنی اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم، دو قسمتی تقریبا برابر میشه. یعنی یک قسمت را، یعنی نیمه اول را خود امام علیه السلام با یاران اصحابش در روز عاشورا انجام دادن، نیمه دوم را بقیه انجام دادن، اهل بیت امام حسین انجام داد، حضرت زینب و امام سجاد علیه السلام انجام دادن، که اگر اینها نمی بودی این انقلاب ابتر می ماند، این انقلاب در نطفه خفه می شد، این انقلاب تحریف می شد. مختلف زندگی جامعه رو در نظر گرفته، قیام را همه این ابزارها و این ابعاد در نظر گرفته شد. شما تصور کن اگر تنها امام حسین علیه السلام با تعداد نظامی می رفت اونجا کشته می شد، همون گونه که حتی در همون زمان هم تلاش کردن که اینطور وانمود کنن که 4 تا خارجی بالاخره خارج از دین اسلام اینها آمدن بالاخره علیه حکومت شرعی و خلیفه مسلمان ها قیام کردن، سرکوب شدن و کشته شدن و خاندانشان اسیر شدن.
اینا تلاش میکردن حتی اینطور وانمود کنند که اینا خاندان اهل بیت نیستن، خاندان پیامبر نیستن، اینا یک مشت خارجی هستن و خیلی هم باور کرده بودن، مردم شام باور کرده بودن. به همین خاطر وقتی شهر شام تزیین کرده بودن، از پشت بام ها مردم با یک خشونت اینها را مورد جسارت قرار میدادن، اهل بیت را با سنگ میزدن، خاکستر از پشت بام ها روی کجاوه ها میرختن، این همه با خشونت برخورد میکردن، چون میگفتن یک تعداد خارجی هستن، ممکن شاید مسیحی باشه، یهودی باشه یا دین دیگه ای داشته باشن. این گونه بود تا اینکه بعدها بالاخره باز اینجا حضور امام سجاد و حضور زینب سلام الله علیها سبب شد که صفحه باز بشه، مردم آشنا بشه و اولین عزاداری مصیبت کربلا و عاشورا در کاخ یزید برگزار میشه، در کاخ دشمن و در کاخ حریف، دشمنی که اهل بیت رو برده در یک خرابه جا داده. کار به جایی میرسه که مجبور میشه منتقل بکنه به خانه خودش، به در کاخ خودش، اونجا باعث میشه که دشمن اعتراف بکنه، عذرخواهی بکنه و این جنایت رو به گردن دیگران بیاندازه، بگه پسر مرجانه این کار انجام داد، من اصلا راضی نبودم، و بالاخره خب با عزت و احترام اهل بیت رو برمیگردانه و اینها هر کدام سفیر انقلاب کربلا میشن و انقلاب کربلا رو باز میکنن. لذا هر کدام اینها یک وظیفه ای داره، در حقیقت یک دانشگاه یا دانشکده، یعنی دانشگاهی مهد. کربلا در حقیقت دانشکده هایی داشته که یکی از اون دانشکده ها علی اصغر هست. حالا مهد. اگر ما بقیه هم نپردازیم، همین یک مورد ما میخوام اشاره کنم با توجه به محدودیت زمانی که داریم. ببینید شما اینجا میخواد چی رو برسانه؟ امام حسین یک کودکی رو روی دست گرفته، این که بیشتر از اونا تقاضای آب کرده باشه بعید به نظر میرسه. معروف اینه که میخواست وداع بکنه با اهل بیت خودش و صدای گریه علی اصغر را شنید. خب اولاد انسان دیگه، هر کسی من و شما هم باشیم، امام خواست ببوسه اولادشه، یعنی امام خواست علی اصغر را بوسه بزنه و از او هم خداحافظی بکنه. در همین لحظه دشمن به او کودک رحم نمیکنه، با تیر سه شعبه یعنی سه پر داشت که کل گلو را فرا گرفت و گلوی اصغر علیه السلام را درید. خب اینجا میخواد چرا برسانه؟ اینجا میخواد از طرف امام حسین اینطور وانمود کنه که برای خدا و برای حفظ دین و آیین و مکتبی که مربوطی به خداست و جدش او را آورده به عنوان آخرین سفیر الهی، حاضر همه هستی و دارایی خود و حتی کودک شیرخوار خودش تقدیم میکنه. ولی از اون طرف مقابل کیه؟ جنایتکارانی هستن که حتی به کودکان رحم نمی کنن، که نمونه هایی از این قبیل عناصر رو ما در طول تاریخ حتی در افغانستان خود ما دیدیم. شاید یاد شما باشه او حمله ای که در شفاخانه محمد علی جناح انجام گرفت، یک عده حمله کردن در زمان حکومت اشرف غنی بود، دقیقاً کجا را هدف گرفتن؟ رفتن زایشگاه را هدف قرار دادن، زنهایی که حاملهی که اونجا بچه هایشان را وضع حمل میکنه، کودکانی که تازه متولد شده و مادری که تازه زایمان کرده و کنار کودک خودش خوابیده، اینها را بر اکبار بستن. خب اینها کیا هستن؟ اینها همون ادامه اون حرکته، اونهایی که در روز عاشورا به گلوی علی اصغر، به کودکی علی اصغر، به شیرخوارگی علی اصغر رحم نکردن، امروز هم هستن. یعنی میخواد اینه بفهمانه. استاد زمان خیلی کم داریم، به یکی دو مورد از ابعاد برجسته واقعی و همینطور مثلا شما در کربلا شما بینه ابوالفضل عباس وارد شرعه، اینجا ایثارگری، مکتب ایثارگری رو میخواد به نمایش بگذاره، وارد شرعه فراد میشه، مشک رو پر از آب میکنه. خب میتونه اونجا خودش هم آب بخوره، ولی میخواد ایثارگری، اوج ایثارگری خودش، اوج اطاعت و به اصطلاح تقید خودش نسبت به امام زمان خودش به نمایش بگذاره، با لبی تشنه میاد بیرون. یا حضرت زینب سلام الله علیها وقتی علی اکبر که فرزند برادرشه، فرزند امام حسینه، جنازه علی اکبر را آورد، آمد کنار جنازه، فریاد زد و خاک بر سر ریخت، گریه کرد و ناله کرد. ولی دو تا پسرای خود حضرت زینب هم در کربلا به شهادت رسیدن. وقتی جنازه های اون و محمد که پسران حضرت زینب بود آوردن، از خیمه بیرون نشد. اینجا اوج صبر و استقامت زینب را نشان میده، اوج فداکاری زینب را، حرمت گذاشتن به امامش که اگر اونجا میآمد بیرون داد و فریاد و ناله مادر هست، گریه مادرانه انجام میداد، ممکن برای برادرش سخت تمام میشد و خیلی مواردی از این قبیل بود. ایثارگری هایی که حضرت قاسم ابن الحسن انجام، یک کودک 13 ساله است، مورخ این مسعودی در مروج و ذهب یا سایر مورخ مثل طبری اینها نقل مورخین مسلمان که خب ببینید یک کودکی که هنوز به بلوغ نرسید، تعبیر به عدم بلوغ داره مورخین، خب وقتی میگه همه کشته میشین، سوال خلق میشه برای ایشان در شب عاشورا.
که آیا من هم جزء کشته شده ها هستم؟ بله. امام حسین علیه السلام اول از این سوال میکنه این کودک باید بالاخره فردا اتمام حجت بشه، فردا نگن که یک کودک را فریب دادن بردن به جیبه امام حسین. اول سوال میکنه فرزندم مرگ در کام شما چگونه است؟ مثلا این جمله تاریخی را بیان میکنه که احلا من العسل، از عسل هم شیرین تر است. ولی زا و فرمود که فردا مرگ جانسوزی در انتظار تو هم خواهد بود، که خب داستانش کاملا معروف. اینها همه درس از این طرف که یک طرف حقانیت مطلقه، وقتی آدم مطمئن نه حقه، همون جمله‌ای که علی اکبر فرمود وقتی هنوز به کربلا نرسیده بودن، نزدیکی‌های کربلا به یک نقطه رسید، حضرت کلمه استرجاع به کار برد، انا لله فرمودن، علی اکبر که از پشت سر حرکت میکرد سوال کرد پدر جان چه اتفاق افتاده، کلمه استرجاع به کار بردین؟ فرمودن که در یک رؤیایی، در حالت رؤیا مانندی بودم، یک هاتفی، صدای هاتف را شنیدم که عجیب است، از این کاروان حرکت میکند در حالی که مرگ سایه به سایه اونها را دنبال میکنه. اینجا یک جمله علی اکبر فرمودن که پدر جان مگر ما بر حق نیستیم؟ حضرت فرمود چرا ما بر حقیم. اونجا بعد فرمود که حالا که ما بر حقیم از مرگ باک نداریم. خب هر کدام از شهدای کربلا بالاخره جانبازی هایی کردن، قدم هایی را برداشتن و اقدامات ایثارگرانه ای را انجام دادن که هر کدام اینها درس بزرگی بود، هم از اون طرف جنایت بود، از این طرف ایثار و فداکاری و حفظ ارزشایی. به یک دو تا از موضوعی که خیلی در کربلا برجسته بود و حائز اهمیت است و بودی خیلی جامع هست اشاره بفرمایید و بعد ختم برنامه. خب جنبندی اینه که خب اولا کربلا و عاشورای امام حسین دقیقاً یک دانشگاه و یک انقلابی تا ابد بنیان گذاری شده و بالاخره همیشه تازه است. لذا می‌بینیم از اون تاریخ تا الان هزار و چند صد سال گذشته، هر سال این انقلاب تازه بالاخره رونما میشه، تازه تجلی پیدا میکنه. این همون برنامه و برنامه الهی است که بالاخره در انقلاب و نهضت امام حسین علیه السلام در نظر گرفته شد. نکته دیگه این که بالاخره طرف مقابل آنچنان جانی و جنایتکار بودن که به هیچ چیزی رحم نکردن و بدترین جنایات را در تاریخ بشر اینها انجام دادن. وقتی شهدا به شهادت رسیدن، خب طبعا وقتی حریف از پای درآمد دیگه چی مشکلی هست؟ دیگه با جنازه او چه کار دارین؟ حتی اینها به جنازه ها رحم نکردن، سرها را از بدن جدا کردن که در اسلام کمتر اتفاق نیفتاده بود و روی بدنها اسب تازاندن که اینها جنایات بسیار بیرحمانه‌ای بود که در تاریخ نمونه نداشت، اما اینها متاسفانه در قبال اهل بیت انجام دادن. به این مقدار اکتفا نکردن که به خیمه ها را آتش زدن. یک نکته آخرین جمله را عرض بکنم، آخرین جمله آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام یک جمله زیبایی را فرمود، اونها خواستن مطمئن بشن که امام دیگه رمق نداره، دیگه به آخران لحظه های عمرشه، خب جرأت نمی کردن جلوتر برن، یکی صدا زد که حسین تو اینجا خوابیده ای و لشکر به خیمه های شما حمله ور شدن. حضرت نیمخیز شد، یک حرکتی که در حدی که سر خود را از زمین بالا کرد و اون جمله تاریخی را فرمود که اگر دین نداره، چون دین واقعا نداره، کسی دین داشته باشه این جنایات را انجام نمیده، این لم یکن لکم دینون، اگر دین ندارید ولا تخافون المعاد، از فردای قیامت هم که حراسی ندارید، فکونو احرارن فی دنیاکم، لااقل در دنیا جوان مرد باشید، مردانه عمل بکنید، من در برابر شما هستم و بالاخره زن و بچه و کودک چی گناهی داره که شما اونها را آزار و اذیت بکنید؟ بالاخره مثل جنایاتی که جلوتر عرض کردم پیشتر که انجام دادن، لذا یک چنین فاجعه خلق شد، اما در حقیقت از یک طرف یک مکتبی تأسیس شد و ما نمیتوانیم امام حسین را به عنوان یک انسان مظلوم تلقی، نه، امام حسین یک مکتبی را تأسیس کرد و یک مسیر روشنی را برای تاریخ بشر ارائه نمود. تشکر از حضورتان، انشاءالله خیر و سلامتی بعد از راهتان باشه. ممنونم. روزه که میخواندن گفتم ای کاش ماجرای بیابان دروغ بود، این حرف های مرسی خانان دروغ بود، ای کاش این روایت پرغم سند نداشت، بر نیزه ها نشاندن قرآن دروغ بود، ای کاش گرگ تاخته بر یوسف حجاز مانند گرگ قصه کنعان دروغ بود، حیف از شکوفه ها و دریغ از بهار، کاش بر جان باغ داغ زمستان دروغ بود.
بیننده های عزیز و گرامی سپاس دارم تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه امشب وقت بیداری که تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همه تان را به الله پاک به همتا می سپارم. ایام به کامتان. وقت خوش. خدا نگهدار.